حضوری نداشتیم ولی اطلاع دادیم بهشون. ولی کسی جوابگو نیست، همین جواب سروال اونه. و این هم کیوسک نگهبانی پروژه پارکینگ طبقاتی سبز میدان شهر زنجان. و این هم یک نوشته روی دیوار که نوشته جلوی نگهبانی ممنوع است ماشین خسارت. این جلوی نگهبانی ممنوع خسارت ماشین. طرح‌ها و پروژه‌هایی که مردم شهر زنجان سالیان سال هست به اون عادت کردند، طرح تعریض خیابان‌های منطقه زینبیه، سعدی وسط و این حوالی هست که بیش از 20 سال هستش که این قضیه قراره که اتفاق بیفته، اما جز خرید خانه‌ها و مغازه‌ها و تخریب اونها هیچ اتفاق دیگه‌ای برای اونها نیفتاد. حالا اگر موافق باشید به داخل این مناطق بریم، با اهالی و ساکنین منطقه چند کلامی صحبت کنیم و ببینیم که وضعیت به چه صورت است. شما خوب بابا؟ زنده باشه. خسته نباشه. این منطقه کجای شهر زنجان هست؟ منطقه وسط شهر زنجان، سعدی وسط، کوچه داوودکلی. چرا وضعیت این منطقه اینطوریه؟ این مغازه ها جوری؟ اینجا میخوان خیابون بکشن اگه بتونن. چند سال الان اینجوری ریختن اینجا رو به هم. مثلا چند ساله؟ بیشتر از 10 سال همینجوری کردن که خیابون بکشن اینجا. فعلا نتونستن که اینجوری موند. خب بعد این مغازه های اینجا، خونه های اینجا خریداری شده؟ همهشون خریدار شدن، اونا که خراب شدن اونا خریدار شدن، بقیه هم میخوان بخرن دیگه. یه خیابون مگه چقدره؟ همه این منطقه اینطوریه؟ یه خیابون به چه بزرگی باید باشه مگه؟ میگن که میخوان بقیهشو مغازه، آپارتمان، خونه بزنن که این خیابونی که میسازن واسهش مفتی بیفته. مثل این که برنامهشون اینه. چی شده؟ زیاد میخرن. خیابونی که میخوان اینجا بیندازن مثلا براشون گرون تموم نشه، نمیدونم اینطوری حرفا رو میزنن. بعد خرید این مغازه ها و خونه از طرف کجا بوده؟ زمین شهری گفتن، مسکن شهرسازی، زمین شهری اینا رو گفتن. حالا دقیقا نمیدونم ولی اینجوری گفتن واسه ما. چه مشکلاتی ایجاد کرد؟ خب رفت آمدش خیلی سخته. اینجا مثلا بچه رو بخوای بیاری گرد خاک هست، زمستونا که دیگه گله. خب این هم از گزارشی در خصوص یکی پارکینگ طبقاتی و دیگری هم طرح تعریض چند خیابان در شهر زنجان. در خدمت جناب آقای عزیزی هستیم، شهردار محترم زنجان. آقا سلام، شب شما بخیر. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض ادب و سلام دارم خدمت شما جناب آقای مدرس و علیکم السلام. خدمت همکاران عزیزتون و همکاران عزیزمون. سلامت باشین انشالله. انشالله که شب خوبی داشته باشید از شما و تهیه کننده محترم، دستاندرکاران محترمتون. تقدیر و تشکر دارم. پاینده باشین انشالله. خب در خدمت توی مای عزیزی در خصوص این دو موردی که در گزارش هم مشاهده فرمودید با گوش جان میشنویم توضیحاتتون. بله خدمت شما عرض کنم که اگه صادقانه بخواید بگیم که هیچ حرفی برای گفتن نداریم.
پس آقا خداحافظی کنیم با شما. خدمت شما عرض کنم آقا این نشان بزرگواری شما. بزرگوار هستید شما. سلامت باشید. خدمت شما عرض کنم البته من هم میدونید تازه به محضر مردم شریف زنجان رسیدم بودن. ایشالله پایدار باشید. 5 ماهیه خدمتشون رسیدم. البته افتخار بنده اینه که منم مثل شما کارمند صدا و سیما هم همکاریم با هم. زنده باشید. بنده هم مامورم از صدا و سیما و در این مدتی که اومدم واقعا بحث پارکینگ طبقاتی یکی از موارد مورد مطالبه مردم بود. یعنی من اومدم با یک وضعیت کلنگزنی شده یک زمینی که خودتونم مشاهده کردید به صورت خدمت شما عرض کنم گود برداری شده و واقعا من فکر میکنم غیر کارشناسی اومده و این کار شده، جانمایی خوبی نشده. الان هم واقعا به عنوان یکی از مشکلات جدی خود من به عنوان شهردار مطرح هستش. آیه عزیزی میتونم خواهش کنم که یکی دو تا دلیل این که فرمودید کارشناسی نشده رو داری واضح تر بگید که بنده متوجه بشن. ببینید خدمت شما عرض کنم بر ترتیب تصمیم من استنباطم اینه که تصمیم یه دفعه ای گرفته شده و اومده این حرکت توی زنجان، اون هم در یک محله‌ای که تراکم بالاست در اون محله. بنده تصدیق میکنم این کار رو، ولی واقعا این که راه‌های ارتباطی به اونجا یک راه‌های بسیار نامناسبه این رو همه قطعا تایید میکنن. یعنی نیازش حس شده که پارکینگ طبقاتی میخواد، کما اینکه اکثر شهرهای بزرگ ما با این مشکل دست به گریبان هستن. بله ما در زنجان، من قطعا به شما عرض کنم ما تا چند سال آینده و همین الانش هم با مشکل ترافیک بسیار حادی مواجهیم. در همین خیابون سعدی که دوست عزیز گزارشگرمون فرمودن، البته ما در اونجا تعریض ندادیم در سعدی وسط، ولی واقعا یکی از خیابون‌های پرترافیک شهر ماست و بعد از اون یه حالت قفل مانند یه گره ترافیکی اونجا. خب بله عرض می‌شد خدمت شما که افزایش تعداد خودروها، وجود بافت قدیمی در شهرها، بله مخصوصا بازار زنجان، بله بله خیابون به قول معروف اصلی زنجان هست. ببینید ما واقعا من برای خودم اظهار امیدواری میکنم که انشالله بتونیم یه حرکتی در این زمینه انجام بدیم. سعی کردم که بر ترتیب قول خاصی رو ندم، ولی تمام تلاش و بضاعتم رو انشالله سعی میکنیم بنده و همکاران خوبم در شهرداری، اعضای محترم و بسیار فعال شورا، انشالله عزممون جزمه که یک حرکتی برای وضعیت ترافیکی زنجان در شهر انجام بدیم. یکی از مشکلاتی که دوست عزیز گزارشگرمون به تصویر کشیده بودن بحث محور داوودقلی و دلجویی هستش. گفتن 10 سال، ولی من فکر میکنم که خیلی بیشتر از این زمانها باشه. من پرسجو که میکنم از برخی از معتمدین بزرگوار، میگم ما تا زمانی که یادمون میاد بحث محور دلجویی و داوودقلی مطرح بوده و واقعا دیگه برای مردم زجرآور شده این شنیدن این کلمات، بازگشایی محورها. ما در این زمینه حدود 4 سال پیش میان با شرکت عمران و بهساز وابسته به وزارت مسکن و شهرسازی به عنوان سرمایه گذار این طرح وارد بحث میشن و قراردادی رو انعقاد میکنن. امیدوارم که جناب آقای مهندس سعیدی کیا وزیر محترم مسکن هم عرایض بنده حقیر رو بشنوه و به داد این وضعیت برسه. به هر حال شرکت عمران بهساز وابسته به وزارت مسکنه و اینجا هم بافت فرسوده است. من واقعا جا داره یه مقدار درخواست کنم، خواهش کنم از وزیر محترم، معاون محترمشون که چند وقت پیش اینجا بودن، ما خواهشمون اینه که اعتبار لازم رو بدن. در ترتیب سود مربوطه و تضمین سرمایه هم در این پروژه دیده شده، ولی اینکه اینقدر دیر پروژه میره جلو و مردم همه این دلایل رو از نگاه شهرداری میبینن، این من فکر میکنم وضعیت خوبی نباشه تو این قضیه. بسیار سپاسگزارم. البته من عرض باید بکنم خدمتتون با مذاکراتی که کردیم با شرکت مربوطه، مخصوصا برادر خوبمون آقای سفری رئیس محترم مسکن استان هم پیگیر موضوع هستن، ما تملک ها رو از بدنه به بستر آوردیم. یعنی سابقا بیشتر سعی میشد شرکت مزبور در بستر تملک رو انجام بده، بله. ولی این به بدنه اومده. من فکر میکنم که انشالله یه مقدار همکاری بکنن، یه مقدار این به قول معروف حاشیه ها کنار بره، انشالله فکر میکنم که بتونیم محور رو حداقل بازگشایی کنیم و تردد درش انجام بشه. من قطعی میدونم که با بازگشایی این خیابون خیلی تاثیرگذار خواهد بود بر خیابون اصلی شهر، همون خیابون سعدیه و گره ترافیکی ما در
خیابون سعدی قطعاً تاثیرگذار